سلام، امروز بخش 3-5 که میشه آخرین بخشی از فصل 3 که ما درس خواهیم داد رو ارائه میکنیم. این بخش میشه گفت به طور خلاصه نگاهی هندسی به مسئله کمترین مربعات داره، ولی البته منجر به یک روش محاسباتی جدید هم برای حل مسئله کمترین مربعات خواهد شد که اگرچه در مقایسه با روش‌های اصلی این فصل، این روش QR، نقطه ضعف‌هایی داره، ولی روشی هست که سابقا زیاد استفاده می‌شده در واقع محاسبات عددی و هنوز هم که هنوز بعضی جا استفاده میشه، ولی دستاورد این بخش صرفا همون روش نیست، بلکه اون بینش و دید هندسی که نسبت به مسئله کمترین مربعات میده هم خیلی برای ما مهمه، و به علاوه به طور کلی نگاه هندسی که در واقع به دست میاریم نسبت به در واقع مسئله کمترین مربعات و مفهوم فضاهای عمود، این هم غیر از این فصل تو فصل‌های بعدی هم مهم خواهد بود برای ما. خب شروع می‌کنیم این بخش رو. خب اولین مفهومی که توی این بخش تعریف میشه مفهوم مکمل متعامد یا مکمل عمود یک زیرمجموعه یا زیرفضاست. فرض کنید S یک زیرمجموعه باشه از Rn. حالا ما البته معمولا S رو یک زیرفضا خواهیم گرفت، ولی این تعریف برای زیرمجموعه هم کار میکنه. مکمل عمود S که با این نشون میدیم و میخونیمش S عمود، تعریف شده اون بردارهایی توی Rn که بر همه بردارهای S عمود هستن. یعنی S عمود میشه اون X هایی توی Rn که x بر y عموده برای هر y توی s. دقت بکنید که همیشه بردار صفر توی این s عمود قرار داره، چون صفر به هر برداری عموده. اگر x رو شما صفر بذارین، این رابطه برای هر y در واقع برقرار هست. بنابراین این تصویر هندسی رو از مفهوم s عمود در ذهن داشته باشیم که مثلا اگر این فضای Rn ما باشه و S مثلا این باشه، وقت S عمود میشه چی؟ میشه اون بردارهایی که به همه بردارهای توی S عمود هستن دیگه. بردارهای توی S چیان؟ اینا همه بردارهای توی S هستن، یعنی بردارهایی که ابتداشون رو مبدأ و انتهاشون توی S هست. خب برداره که به همه اونا عمودن میشه در واقع به خط عمود بر S در این شکل. این میشه S عمود. خب دقت کنید که S خودش زیر مجموعه از Rn بود. اینجا R2. S عمود هم یه زیر مجموعه دیگه ای از R2 شد. یه ویژگی خیلی مهم از S عمود اینه که همیشه یک زیرفضا، یعنی S ممکنه زیرفضا نباشه، ممکنه یه زیرمجموعه باشه. مثلا S شما میتونه تعدادی تک بردار باشه یا تک نقطه در واقع باشه. مثلا فرض کنید S شما فقط یه نقطه باشه، یک عضوی باشه. وقتی میگیم نقطه، منظورمون البته همون برداره دیگه. ما اینجا راجع به در واقع بردارها و نقطه ها یه جور صحبت میکنیم، چون از نظر ریاضی همه اعضایی از Rn هستن. اگه اسم ما این تک بردار باشه یا تک نقطه باشه، یعنی اینکه در واقع فقط یه عضو داره اسمون، اونم همینه. بازم اس عمود فرق نمیکنه تو این شکل، میشه بردارایی که به این تک بردار عمودن. اینجا به طور خاص چون توی R2 هستیم، بردارایی که به یه بردار عمودن میشه خط عمود بر راستای اون بردار. یعنی تو این حالت باز اس عمود میشه مجموعه همه این بردارهای روی این خط.
همه اینها در واقع میشن، یعنی اس تک عضوی اینجا ولی اس عمود در واقع اس اینجا یه تک عضوی مثلا x صفر اسمش مثلا. حالا نکته که هست اینه که با این تعریف از اس عمود، اس عمود همیشه یک زیرفضا از آر ان میشه، چیزی که توی این تمرین گفته. دلیلش هم ساده است، در واقع برای اینکه چک کنیم یک زیرمجموعه یک زیرفضای خطیه باید دو تا چیز رو چک بکنیم. اینه که اگر دو عضو از اون فضا رو از اون زیرمجموعه رو بگیریم جمعشون هم تو اون زیرمجموعه باشه، جمع برداریشون، و همچنین اگر یه عضو توی اون زیر مجموعه بگیریم ضرب در یه عدد بکنیمش، یعنی ضرب اسکالر، اونم عضوی از همون زیر مجموعه، که هر دو در این حالت بدیهیه. یعنی اگر یه ایکسی توی این اس عمود باشه، یه ایکس پریمی هم باشه، ایکس به علاوه ایکس پریم هم هست به دلیل در واقع خطی بودن ضرب داخلی. در واقع در این صورت ایکس و وای صفر، ایکس پریم و وای هم صفر برای هر وای عضو اس. از این دوتا نتیجه میگیریم که ایکس به علاوه ایکس پریم و وای هم صفره، که این نتیجه میده که پس ایکس به علاوه ایکس پریم هم توی اس عمود هست. و رابطه دوم هم این که در واقع اگر ایکس توی اس عمود باشه، یعنی بر هر وای توی اس عمود باشه، در این صورت Rx هم همینطور هست برای هر عدد حقیقی R، چون R رو شما میتونید از ضرب داخلی بیارید بیرون و این صفر میشه. پس Rx هم عضو S عموده. نتیجه این که S عمود یک زیرفضای برداری از Rn هست در حالت کلی. حالا خوبه یه در واقع مثالی توی Rsum ببینیم، چون که توی R2 خیلی چیزها دیده نمیشه. وقتی ما تو فضای سه بعدی هستیم، مثلا همچین فضای سه بعدی رو در نظر بگیریم، R3 باشه، مثلا فرض کنیم اسم یک خط باشه. اگر اس ما مثلا یک همچین خطی باشه، اس عمود به نظرتون چی میشه؟ در واقع میشه بردارایی که به این خط عمود هستند. خب در واقع راستاهای عمود بر یک خط خودشون تشکیل یک صفحه میدن دیگه، شهود ما این رو میگه. بنابراین تو این حالت اون اس عموده یه دونه صفحه خواهد بود که تشکیل شده از همه در واقع این بردارهایی که عمود هستن به اون بردار S. این بنابراین میشه S عمود. یا برعکس اگر S ما یک صفحه می بود، در صورت S میشد یک خط، یک راستا در واقع میشد. و بنابراین به نظر میاد که به نوعی از نظر بعد فضای اس و فضای عمودش مکمل هم هستن. یعنی اینکه مثلا توی فضای سه بعدی وقتی اس یک بعدیه، اس مکمل دو بعدیه، وقتی اس دو بعدیه، اس مکمل یک بعدیه، و این ویژگی طور کلی هست و این قضیه در واقع اینو نشون میده. این قضیه یه جور تجزیه به ما میده در واقع. خب این وضعیت چی میگه؟ میگه که فرض کنید S یک زیرفضایی از Rn باشه. اون وقت میگه برای هر برداری توی Rn شما یک تجزیه یکتا و منحصر به فرد از اون بردار X دارید به شکل مجموعه یه عضوی از S و یه عضوی از S عمود. یعنی S کوچیک توی S، S عمود کوچیک توی S عموده، و شما به طور یکتایی میتونید X رو به شکل جمع همچین دوتا عضوی بنویسید. از نظر شهودی خیلی واضحه، در واقع داره میگه که شما هر برداری اینجا داشته باشین رو میتونید تجزیه بکنید
به یک بردار روی اون در واقع اس عمود و یک بردار روی اس به نحوی که جمع این دوتا در واقع جمع این دوتا بردار حالا البته خیلی شکل من خوب اینو نمیرسونه بهتر این رو موازی تر بکشیم و این اون بردار X هست این اون S کوچیکه که روی S قرار داره و این هم اون S عمود کوچیکه که روی S عمود قرار داره یعنی خلاصه هر برداری رو شما میتونید تجزیه بکنید به در این دو راستا که طبیعتاً این دو راستا هم به هم عمود هستن دیگه این S و S عمود چون S تو S بزرگه S عمود تو S عمود بزرگه بنابراین این دوتا بردار به هم عمود هستن خیلی واضح به نظر میاد ولی به هر حال نیاز به اثبات داره اثبات به این صورته در واقع در حین این اثبات ما اون مکمل بودن بعد S و S عمود رو هم در واقع خواهیم دید از یه نکته ساده استفاده میکنه میگه که بیاید برای اون فضای S یک پایه در نظر بگیریم فرض کنیم مثلا اون فضای S کابعدی باشه یعنی یه پایه کاتایی داشته باشه مثلا اسمش رو بذاریم V1 تا VK حالا این V1 تا VK مثلا حالا برای اینکه این شکلی داشته باشیم اینجا فرض کنیم اون S مثلا یک صفحه‌ای باشه این اس ما باشه اینم مبدأ یه وی 1 تا وی کا داریم اینجا مثلا دو تا میشه تعدادشون وی 1 و وی 2 یه پایه‌ای میشن برای اس پس وی 1 تا وی کا پایه برای اس خب ما میدونیم که همیشه میشه یک پایه برای اس رو کامل کرد به پایه‌ای برای کل فضا مثلا اینجا توی R3 هستیم یه پایه دو عضوی داریم برای S یه عضو مستقل خطی بهش اضافه کنیم میشه یه پایه برای کل فضا پس یه مثلا V3 باید اضافه بکنیم به این به نحوی که V1 V2 V3 یا در حالت کلی V1 تا VN پایه بشه برای کل RN حالا ما چون میخواییم S عمود رو راجبش صحبت بکنیم نیاز داریم که این پایه ها متعامد یکه باشن در واقع میشد از اول یه راست بگیم یه پایه متعامد یکه برای S میگیریم ولی در واقع میخواستیم که خود اونو هم بتونیم ثابت بکنیم که البته خیلی ساده است الان میتونیم این کار رو انجام بدیم و ایده اصلی هم استفاده از مثلا الگوریتم گرام-شمید هست ما در الگوریتم گرام-شمید دیدیم که در جلسه قبل که هر در واقع مجموعه‌ای به ما بدن از بردارها با انجام روش گرام-شمید میتونیم اونو تبدیل بکنیم به یک مجموعه متعامد یکه اینجا هم همین کار رو میتونیم بکنیم در واقع میتونیم این مجموعه V1 تا VN رو تبدیل بکنیم به یه مجموعه متعامد یکه که حالا کتاب با Q1 تا QN در واقع نشون میده. پس اینجا چیکار میکنیم؟ الگوریتم گرام-شمید رو پیاده میکنیم. یه پایه Q1 تا QN به دست میاد پایه متعامد یکه برای RN. دقت بکنید ویژگی گرام-شمید این بود که در واقع زیرفضای تولید شده توسط V1 تا VK رو تغییر نمیده یعنی در واقع مثلا برای همین کایی که اینجا ما داشتیم
کیو یک تا کیو کا هم فضای تولید شده شون همون فضای تولید شده توسط وی یک تا وی کا خواهد بود، و به عبارت دیگه کیو یک تا کیو کا یک پایه برای اس خواهد بود، و چون متعامد یک هم هستن در واقع پایه متعامد یک برای اس خواهد بود. یعنی انگار چیکار کردیم؟ این وی یک رو مثلا ما یک کردیم اگر یادتون باشه تو الگوریتم گامش مید، بعد وی دو رو یه ضریبی از وی یک رو ازش کم کردیم به نحوی که عمود شده بر وی یک و طولش هم یک کردیم، این مثلا شده کیو یک، این شده کیو دو. بعد وی سه رو گرفتیم، یه ضریبی از وی یک و وی دو رو ازش کم کردیم، یعنی تصویرش کردیم در راستای عمود بر وی یک و وی دو، اونم شده مثلا کیو سه، که حالا اونو مثلا با رنگ دیگه بکشیم، اینم شده کیو سه. خب حالا ادعا این هست که توی چنین شرایطی اون در واقع اس عمود توسط کیوکا به علاوه یک به بعد تولید میشه، یعنی کیوکا به علاوه یک تا کیو ان این یه پایه برای اس عموده. خب البته طبیعتاً پایه متعامد یک هم هست، دلیلش هم خیلی ساده است، اینو بس من فعلا می‌نویسم ادعا و اینجا اثباتش می‌کنیم. اولا چون کیو یک تا کیو ان در واقع یک پایه متعامد یک که برای آر ان هست، بنابراین کیو یک به علاوه یک تا کیو ان به هر حال مستقل هستن، کافی بگیم که عضو اس عمود هستن و اینکه در واقع اون رو تولید میکنن. دلیل اینکه عضو اس عمود هستن اینه که در واقع ابتدا ثابت میکنیم این کیو کا به علاوه یک تا کیو ان اینا عضو اس عمودن، باید ثابت کنیم برای هر وای توی اس اینا عمودن به وای. میکنش اینه که هر وای تو اس داشته باشیم، چون اس توسط کیو یک تا کیو کا تولید میشه، این وای ترکیب خطی از کیو یک تا کیو کا هست حتما، مثلا سی یک کیو یک تا سی کا کیو کا. از طرفی هم خود کیو یک تا کیو کا یه پایه متعامد یک هست، بنابراین کیو کا به علاوه یک تا کیو ان بر کیو یک تا کیو کا عمود هستند. پس به خاطر خطی بودن ضرب داخلی، پس بر هر ترکیب خطیشون هم عمود هستن. پس بر هر ترکیب خطی کیو یک تا کیو کا نیز عمود هستن. از جمله بر وای. بنابراین کیو کا بر علاوه تا کیو ان بر هر وایی توی اس عمود هستن. پس میتونیم نتیجه بگیریم که کیو کا به علاوه یک تا کیو ان اینها عضو اس عمود هستن. حالا نکته ای که باقی میمونه این هست که بگیم در واقع اینها اس عمود رو تولید میکنن. دلیل این هم ساده است، شما اگر یه ایکسی داشته باشین توی اس عمود، خب چون که در واقع اس عمود یا چون کیو یک تا کیو ان برای کل آر ان یه پایه هست، پس ما میتونیم ایکس رو ترکیب خطی از کیو یک تا کیو ان بنویسیم، سی یک کیو یک تا سی ان کیو ان. حالا اینکه x توی s عموده چه نتیجه میده؟ مثلا ضرب داخلیش در q1 باید 0 باشه،
اما وقتی شما اینو در کیو یک ضرب بکنین چی میشه؟ یه پایه متعامده که اگه می داشتیم ضرب داخلی تو هر عضو پایه متعامده که میشه ضریب اون در واقع عضو از پایه، بنابراین سی یک مساوی صفر. و مشابهن توی کیو دو تا توی کیو کا اگر شما اینا رو ضرب بکنی، در واقع اینا دلیلش اینه که چون کیو یک عضو اس، پس x در کیو یک باید صفر باشه چون x عضو اس هم بود، پس سی یک صفره. حالا همینطور مشابهن چون کیو کا عضو اس، پس x در کیو کا باید صفر باشه، پس سی کا مساوی صفر. که در نتیجه x کیو یک تا کیو کا رو نداره، عملا ضریبش صفره، یعنی از کیو کا به علاوه یک شروع میشه، سی کا به علاوه کیو کا به علاوه یک تا سی ان کیو ان. و این همون چیزیه که میخواستیم، یعنی اینکه هر عضوی از اس عمود ترکیب خطی از کیو کا به علاوه یک تا کیو ان هست. پس در واقع اس عمود توسط کیو کا به علاوه یک تا کیو ان تولید میشود. بنابراین ادعا ثابت میشه، یعنی کیو یک تا کیو کا تا کیو ان هم مستقل هستن و هم اس عمود رو تولید میکنن، بنابراین پایه میشن برای اس عمود. و حالا به هر حال نتیجه اصلی که میخواستیم بگیریم اثبات قضیه‌ای که در واقع قضیه 353 بود این بود که هر برداری تو آر ان رو میتونیم تجزیه کنیم به یه قسمتی از اس و یه قسمتی از اس عمود، که الان اینو خیلی راحت میتونیم انجام بدیم. در واقع همین نکته ای که بالا گفتیم، هر ایکسی توی آر ان ما داشته باشیم میتونیم به شکل ترکیب خطی از کیو یک تا کیو ان بنویسیم. حالا کافیه اینو دو قسمت بکنیم، قسمت کیو یک تا کیو کا و قسمت کیو کا به علاوه یک تا کیو ان. این قسمت در واقع میشه اس و این قسمت میشه اس عمود. پس هر عضو از آر ان رو میتونیم به شکل اس به علاوه اس عمود بنویسیم. منتها یه نکته اضافه هم داره این قضیه و اون اینه که این نمایش یونیکه، یک تاست، یعنی دو جور مختلف نمیتونیم یه همچین نمایشی داشته باشیم. پس فقط اثبات یکتایی باقی میمونه، اثبات یکتایی. فرض کنیم دو جور نوشته باشیم، فرض کنیم x رو نوشته باشیم s به علاوه s عمود و همچنین مثلا s پریم به علاوه s پریم عمود. این تکنیکی که میخوایم به کار بریم البته شاید دیده باشینش، تکنیک بسیار ساده و جالب و هوشمندانه ای هست، توی موقعیت این چنینی در واقع زیاد به کار میاد. این دوتا رو با هم برابر قرار بدیم داره به ما میگه که S به علاوه S عمود مساوی هست با S پریم به علاوه S پریم عمود. یه جا به جایی بکنیم اینو، مثلا بیاریم این طرف، اینو بیاریم این طرف، میشه S منهای S پریم مساوی با S پریم عمود منهای S عمود. قسمت سمت چپ تفاضل دو عضو از S، بنابراین عضو S. قسمت سمت راست تفاضل دو عضو از S عموده، چون S عمود یه زیر فضایه، پس این هم عضو S عموده. یه عضو از S مساوی شده با یه عضو از S عمود. اسم این عضو اگر بذاریم مثلا Z، Z هم عضو S و هم عضو S عموده، پس بر خودش عموده، از Z ضرب داخلیش در Z مساوی صفره و تنها Zی که بر خودش عموده بردار صفره، که از این نتیجه میشه S همون S پریمه، S پریم S عمود هم همون S پریم عموده. بنابراین عملا این دوتا نمایش یکی بودن و یکتایی به این صورت اثبات میشه. پس اثبات این قضیه هم اینجا به پایان میرسه.
این اس و اس عمودی که به این صورت به دست میان در واقع بهشون میگن تصویرهای متعامد ایکس روی اس و اس عمود. یعنی شما دو تا زیرفضه دارین عمود بر هم، ایکس رو تصویر کردین روی اس و روی اس عمود، دو تا مؤلفه متعامد از ایکس به دست اومد. و یه جورای مختلفی این قضیه بالا رو میان بیان میکنن. مثلا یه جور دیگهش اینه که میان میگن در واقع جمع اس و اس عمود میشه کل فضای آرن. منتها اینجا لازمه جمع دو تا زیر فضا رو تعریف بکنیم که تعریفش خیلی ساده است. میگه که برای هر دو تا زیر فضا اس 1 و اس 2 جمع اس 1 و اس 2 در واقع به این صورت تعریف میشه، میشه جمع همه S1 و S2 های کوچیکی که S1 کوچیک تو S1 بزرگه، S2 کوچیک هم تو S2 بزرگ. یعنی هر برداری از S1 رو بگیریم با هر برداری از S2 جمع بکنیم، این میشه جمع دو تا زیر فضا. راحت میتونید چک کنین که خودش یک زیر فضایی از Rn میشه. در صورتی که این مجموع منحصر به فرد باشه نمایش هر عضوش به صورت S1 و S2، به اصطلاح به این میگن یک جمع مستقیم. یعنی چی؟ یعنی اگر برای هر این مجموع مثلا اسمش رو بذاریم U، U بزرگ، اگر هر U کوچیکی من بگیرم توی U بزرگ به طور یکتایی بتونم به شکل S1 و S2 بنویسیمش، اینو بهش میگن یک دایرکت سام یا جمع مستقیم. و در اون صورت دیگه نمادی که به کار میره به جای جمع عادی، جمعی که یه دایره دورش هست بهش میگن جمع مستقیم، دایرکت سام. بنابراین این قضیه بالا رو میشه به این صورت هم نمایش داد که برای هر زیرفضای S Rn هست جمع مستقیم S و S عمود. یعنی چی؟ یعنی هر عضو Rn به صورت یکتایی قابل نمایش به شکل جمع یه عضو از S و یه عضو از S عمود. خب اینجا هم یه تمرین ساده هست که خودتون حلش خواهید کرد. مفهومش رو متفق بگم چیه؟ مفهومش این هست که این عملگر عمود گرفتن اگه دوبار انجام بشه ما میرسیم به همون زیرفضای اصلی، یعنی S عمود عمود مساوی با خود S هست. خب حالا میخوایم یه سری زیرفضاهایی که به در واقع یک ماتریس نسبت داده میشن رو راجع بهشون صحبت بکنیم که در فهم مسئله کمترین مربعات به ما کمک میکنن. فرض کنید A یک ماتریس N در M باشه. قبلا به این اشاره کردیم که هر ماتریس رو میشه به عنوان یک تبدیل خطی نگاه کرد، به عنوان یک تابع از Rm به Rn. وقتی شما یک ماتریس N در M دارید، این میتونید به عنوان یک تابعی از Rm به Rn نگاه بکنید. به این صورت که یه عضو از Rm رو میگیره مثل X، اینو به شکل یک بردار ستونی M در 1 نگاه میکنه، بعد R رو در X ضرب میکنه، حاصلش یه بردار ستونی N در 1 میشه که اونو به عنوان یه عضو از Rm در نظر میگیره. بنابراین یه X ورودی گرفته و یه AX خروجی به ما داده. پس این در واقع یک تبدیل میشه، یک تابع میشه از Rm به Rn. یک تابع خطی هم هست به خاطر ماهیت ضرب ماتریسی. دو تا زیرفضا میخوایم تعریف بکنیم اینجا وابسته به ماتریس A. یکی به اصطلاح فضای پوچ A گفته میشه، فضای پوچ A یا نال اسپیس A، و یکی هم برد A یا رنج A. فضای پوچ A در واقع تعریف میشه همه اون ایکس هایی توی Rm تو دامنه در واقع تابع ما که A ضرب در ایکس میشه صفر، یعنی همه امتایی هایی که AX مساوی صفر بشه و با NA نشون داده میشه. برد A همونطور که از اسمش پیداست هست، برد این A به عنوان یه تابع دیگه، یعنی میشه همه AX ها به ازای X های عضو Rn. AX توی Rn دیگه، یعنی دقت بکنید که Ra زیر فضایی از Rm خواهد بود، در حالی که Na
زیر فضایی از RM خواهد بود. در هر دو حالت راحت میشه ثابت کرد تو این تمرین در واقع گفته شده که اینا زیر فضاهایی از اون فضای RM و RN هستن که توش قرار دارن. یعنی چی؟ مثلا در اثبات برای اثبات این که بگیم ان آ زیر فضایه، باید نشون بدیم که اگر x1 و x2 تو ان آ باشن، x1 برای x2 هم تو ان آ. خب خیلی ساده، به خاطر خطی بودن ضرب ماتریسی هست. یعنی a x1 به علاوه a x2 میشه a در x1 به علاوه x2. همینطور رنج یا برد a چرا یک زیر فضای خطی هست؟ باز به همین دلیل که a x1 به علاوه a x2 میشه a در x1 به علاوه x2. یعنی اگر a x1 و a x2 دو تا عضو از رنج a باشن، a در x1 به علاوه x2 هم همینطور عضوی از رنج در واقع a هست. بنابراین در حالت کلی اینها دو تا زیرفضای برداری یا زیرفضای خطی میشن. منتها یکی توی RM، یکی هم توی RN در واقع. و یه نکته ای که اینجا خوب اشاره کنیم اینه که این در واقع رنج A رو به شکل ملموس‌تری هم میشه بهش نگاه کرد، هم ان آ و هم رنج آ. ببینید ان آ یا فضای پوچ آ در واقع مجموعه جواب‌های دستگاه معادلات خطی همگن با ضرایب آ است. یعنی چی؟ طبق تعریف بود مجموعه همه ایکس هایی توی حالا RM که آ ایکس مساوی صفر. خب اینو به شکل دستگاه معادله میشه نوشت دیگه، آ یک یک ایکس یک تا آ یک ان ایکس ان مساوی صفر، از این طرف هم آ ان یک ایکس یک تا، البته این تعدادشون در واقع باید ام تا باشه، عرض میخوام، آن یک ایکس یک تا آن ام ایکس ام مساوی صفر. بنابراین فضای پوچ هر موقع که گفته میشه به نوعی مجموع جوابای دستگاه معادل است و مجموع جوابای دستگاه معادله یک زیر فضای خطیه. یعنی دو تا جواب دستگاه همگن جمعشون هم جوابی از اون دستگاه همگن خواهد. در مقابل اون آر آ یا رنج آ یا برد آ جواب دستگاه نیست، بلکه به نوعی فضای تولید شده است. چرا میگیم یه فضای تولید شده است؟ ما اینجا داریم میگیم در واقع مجموعه همه آ ایکس ها که این دفعه x همون عضو RM، یعنی x هر چیزی تو RM باشه مجموعه همه AX ها رو ما در نظر بگیریم. ببینید A یه ماتریس N در M گفتیم دیگه، x هم یک بردار M تاییه، اینجوری بذاریم x یک تا xn. وقتی شما اینو این ضرب ماتریسی رو انجام میدین چجوری نگاه میکردیم به این؟ اینو یه 90 درجه دوران میدادیم x یک تا xm و اینا رو ضرب میکردیم توی در واقع این درایه ها و این حاصلش مثل اینه که x1 ضرب در ستون اول a. یعنی اگر شما ستون های a رو نامگذاری بکنید، مثلا a1 a2 تا am، این ضرب در واقع چیزی نیست جز x1 a1 تا xm am که این چیه؟ ترکیب خطی از ستونهای آ. بنابراین این حرف رو زدم که بگم به آر آ برد آ جور دیگه هم میشه نگاه کرد. در واقع آر آ فضای تولید شده توسط ستونهای آ. ستونهای آ برداره انتایی هن. بنابراین این هم یه زیرفضایی از RN میشه.
خب اینطوری هم نگاه کردن به آر آ مفید هست. حال به حال ان آ و آر آ فضای پوچ و برد ماتریس دو تا زیر فضای مهمن که ارتباطش الان با مسئله کمترین مربعات هم خواهیم دید. خب یه نکته خیلی ساده ولی بسیار پرکاربرد در محاسبات ارتباط ضرب داخلی با عملگر ترانهاده هست. هر موقع شما در واقع همچین رابطه داشته باشین که آی ماتریسه ضرب داخلی آ ایکس و وای رو وقتی میخواین حساب بکنید میتونید این آ رو بردارید ببرید اون طرف ضرب داخلی، فقط به جاش باید بذارید ترانهاده آ ترانسپوز. دلیلش هم خیلی ساده است. دلیلش اینه که همیشه یادتون باشه که ضرب داخلی یک نمایش ماتریسی داره. ضرب داخلی ایکس و وای رو شما میتونید بنویسید ایکس ترانسپوز وای. اگه ایکس و وای بردارهای ستونی فرض بکنید. و حالا وقتی میخواییم ضرب داخلی آ ایکس و وای رو بنویسیم، خب این میشه چی؟ میشه آ ایکس ترانسپوز وای، بعد ترانسپوز جای اونا عوض میشه، میشه ایکس ترانسپوز آ ترانسپوز وای. بعد حالا اینو بذاریم تو پرانتز، این میشه ضرب داخلی ایکس و آ ترانسپوز وای. پس همیشه میشه در واقع آ رو توی ضرب داخلی برد رو مؤلفه دوم ضرب داخلی، فقط تبدیلش کرد به آ ترانسپوز. خیلی خوب. حالا یه رابطه ساده بین در واقع برد آ و فضای پوچ آ ترانسپوز وجود داره. این رو هم ببینیم. باز خیلی ساده چک کردش. در واقع میگه که برد آ مکمل عمود فضای پوچ آ ترانسپوزه. خیلی شاید پیچیده به نظر بیاد به این صورت، ولی فقط اگر تعاریف رو بنویسید خودش نتیجه میشه. خیلی ساده است. الان انجام میدید. خب اول نشون میدیم که هر چی سمت چپ باشه تو سمت راست هم هست. میگه که فرض کنیم یه وایی در نظر بگیریم توی مکمل عمود آر آ. خب پس این بر هر عضوی از آر آ عموده دیگه طبق تعریف. پس برای هر ایکسی ضرب داخلی آ ایکس و وای صفر. پس طبق همین نکته بالا ضرب داخلی ایکس و آ ترانسپوز وای صفر برای هر ایکس. خب حالا میگه که بیاین به طور خاص ایکس رو چون دست ما دیگه هر چیزی میتونیم بذاریم، بذاریم همون آ ترانسپوز وای. پس ضرب داخلی آ ترانسپوز وای در خودش صفره. پس آ ترانسپوز وای نرمش صفره. پس آ ترانسپوز وای صفره. و این یعنی اینکه وای توی فضای پوچ آ ترانسپوزه. پس از این سمت چپ شروع کردیم رسیدیم به سمت راست. حالا فرض کنیم یه چیزی سمت راست باشه. بیایم بگیم که تو سمت چپ هم هست. که اینو اینجا نگفته، به عنوان تمرین واگذار کرده، حالا ما انجامش میدیم. میگه که ببین فرض کنیم مثلا این دفعه وای توی سمت راست باشه، ببینیم تا کجا برگشت پذیر هست. اگه چیزی تو سمت راست باشه، یه وای تو سمت راست باشه، آ ترانسپوز وای صفره. اگه آ ترانسپوز وای صفر باشه، ما این دفعه میتونیم بپریم به اینجا بگیم برای هر ایکس ضرب داخلی ایکس و آ ترانسپوز وای صفره. و دوباره این آ ترانسپوز رو بیاریم این طرف، میشه برای هر ایکس ضرب داخلی آ ایکس و وای صفره. وقتی برای هر ایکس ضرب داخلی آ ایکس و وای صفره، یعنی اینکه وای بر هر عضوی از رنج آ عموده و طبق تعریف وای توی فضای مکمل عمود آر آ قرار میگیره. برای این طرفش هم ساده بود، پس این تصاویر رو در واقع ما ثابت کردیم. و حالا اگر از در واقع دو طرف این رابطه یه عمود بگیرید،
از دو طرف این رابطه اگر یه عمود بگیرید نتیجهش این میشه که آره آ عمود عمود مساوی ان آ ترانسپوز عمود، اما آره آ عمود عمود چیزی نیست جز همون آره آ، چون گفتیم اگه دوباره از این فضا عمود بگیریم از زیر فضا میشه خودش. یا مثلا اگر حالا تو همین رابطه به جای آ بذارید آ ترانهاده، میشه آره آ ترانهاده مساوی ان آ ترانهاده ترانهاده که میشه خود آ، که اینم باز یه رابطه جدیدی میشه که اینو به عنوان این کورولاری اینجا آورده. دقیقا جور دیگه هم که میشه اینو بیان کرد، همونطور که گفتیم فضای مکمل عمود رو میشد به شکل جمع مستقیم نشون داد. در واقع میگفتیم که هر فضای اسی که داشته باشیم توی RN، RN رو میشه به صورت جمع مستقیم S و مکمل عمودش نمایش داد. اینجا که مثلا ما این رابطه رو داریم، این دفعه اسمون اگر این بگیریم این میشه اس، در واقع اسمون اگه بگیریم آره آ این میشه اس عمود، اس عمود، و در نتیجه به یک همچین جمع مستقیمی ما میرسیم که آر ان رو میشه نوشت در واقع آره آ به علاوه ان آ ترانسپوز، یعنی آر ان تجزیه میشه به جمع مستقیم برد آ و فضای پوچ آ ترانهاده، یا معادلن آر ام رو میتونیم بگیم تجزیه میشه به فضای پوچ آ و برد آ ترانهاده. دقت کنید مثلا آره آ ترانهاده تفسیر دیگه هم داره دیگه، چون ما گفتیم که آره آ بود فضای طوری شده توسط ستونها، بنابراین آر آترانهاده چی میشه؟ میشه فضای تویشه توسط ستونهای آترانهاده، اما ستونهای آترانهاده همون سطرهای آن، بنابراین آر آترانهاده در واقع فضای تویشه توسط سطرهای آ هست. این رو هم در واقع میتونیم بگیم. بسیاری حالا مقدمات لازم رو گفتیم و میتونیم به مسئله کمتری مربعات بپردازیم. خب مسئله کمتری مربعات رو یادآوری سریع بکنیم. ما یه ماتریس n در m داشتیم که در واقع nش بزرگتر مساوی m بود و یه دستگاه معادله ax مساوی b رو در نظر میگرفتیم. دقت کنید که این در واقع دستگاه اوور دترمین دیه، یعنی تعداد معادلاتش بیش از تعداد مجهولاشه، n معادله و در واقع m مجهول داریم و در نتیجه طبیعتاً نمیتونستیم لزوماً این معادله رو حل بکنیم، لزوماً جواب نداشت، بلکه هدفمون این بود که خطا رو مینیمم بکنیم، مانده رو، نرم مانده رو در واقع مینیمم بکنیم، که مانده رو میگفتیم همین تفاضل بی منهای آی ایکس، نرم دو این مانده رو میخواستیم مینیموم کنیم، یعنی در بین همه دبلیو ها دبلیو رو پیدا بکنیم که نرم دو بی منهای آ دبلیو مینیموم باشه برای دبلیو های توی آر ان. حالا با توجه به این نوتیشنی که بالا معرفی کردیم، آر آ فضای در واقع برد آ، دقت کنید این AW ها میشن اعضای برد آ دیگه، بنابراین ما به نوع دیگه میتونیم این مسئله رو صورت بندی کنیم، بگیم که ما میخوایم تو فضای برد آ این تفاضل بیمنهای S رو، نرم دو بیمنهای S رو چیکار کنیم؟ مینیموم بکنیم و دنبال Y هستیم، Y قرار همون AX باشه، عضوی از اون برد آ که این فاصله رو مینیموم میکنه. این نگاه هندسی به مسئله کمتری مربعاته. ببینید فرض کنید که آ مثلا یه ماتریس 3x2 باشه، مثلا شاید خود کتاب هم مثالی مثلا کتاب هم نیست، یه ماتریس 3x2 داریم مثلا
این ماچ 3-2 آره آ در واقع تو چه فضایی قرار داره اینجا؟ آره آ مجموعه همه آ هاییه که x توی آر دو باشه دیگه، و من آره آ خودش زیر مجموعه از آر به توان 3 هست. خب شما آ رو در یه ایکس یک ایکس دو ضرب میکنید دیگه، ایکس یک ایکس دو ضرب میکنید حاصلش یه چیز 3 تایی میشه. اون فضای آر 3 بنابراین اگر در نظر بگیریم اون آره آ یه زیرفضایی از این فضا میشه. مثلا فرض بکنیم یک زیرفضای دو بعدی از این فضا بشه، مثلا یک صفحه بشه فرض کنیم. پس ما یک صفحه داریم، این در واقع آره آه. خب از اون طرف هم یه بی به ما داده شده، بیه خودش یه نقطه یه توی فضای آرسه مثلا اینجا. حالا گفتم مثل قبل میتونیم هم به عنوان نقطه به این نگاه بکنیم، هم به عنوان یه بردار، یعنی اینجوری یه فلش بکشیم میشه بردار، یا نقطه یا بردار فرق نه. این بیه اگر روی اون فضای آره آ می بود، در واقع اون وقت آیکس مساوی بی جواب می داشت. کلن این هم به عنوان یه نکته ساده، مشاهده ساده، آیکس مساوی بی جواب دارد اگر و تنها اگر بی توی برد آ باشه دیگه. واضحه دیگه، چون مثلا آیکس مساوی بی وقتی میشه یعنی بی تو برد آ دیگه. حالا وقتی که بی تو برد آ نیست، یعنی خارج از اون صفحه است، رون صفحه نیست این بردار قرمز، ما دنبال ایکسی هستیم که در واقع آ ایکس نزدیکترین فاصله ممکن رو به بی داشته باشه. یعنی حالا که این بی رو اون صفحه آبیه نیست، انگار میخوایم نزدیکترین نقطه رو روی این صفحه به نقطه بی پیدا بکنیم. این نقطه مثلا خواهد بود که اسمشو بذاریم مثلا وای. بنابراین هدف یافتن نزدیکترین نقطه روی آر آ به بیه. چرا این معادله با مسئله کمترین مربعاته؟ چون مسئله کمترین مربعات گفتیم مثل چیه؟ مثل حل این مسئله دیگه، نرم دوه بی منهای آ ایکس، اینو داریم مینیموم میکنیم. حالا کتاب البته اینجا دبلیو گذاشته، این نرم دو همون فاصله اقلیدوسیه دیگه، یعنی همین فاصله ای که ما داریم توش شکل راجبش صحبت میکنیم. رو همه دبلیو ها وقتی اینو مینیموم بکنیم، دبلیو های توی در واقع مثلا آر ام، این مثل چیه؟ مثل در واقع اینه که ما بیایم روی همه اس های توی آره آ این رو مینیموم بکنیم دیگه، یعنی در بین همه اس های ممکن، همه اس هایی که توی این آره آ هستن، اون اسی که از همه نزدیکتر از بی رو داریم پیدا میکنیم، اسم رو میذاریم وای. اون وای همون وای هست که مساوی آ ایکس قراره بشه. پس این میشه در واقع ترجمه هندسی مسئله کمتری مربعات. حالا ببینیم این نگاه هندسی چه نتیجه ای داره. همین تقریبا راهنمایی کردم من با این شکل. وقتی شما بخواید نزدیکترین نقطه روی یک زیر فضا به نقطه دیگر رو پیدا بکنید، به نوعی باید عمود بکنید دیگه، از اون نقطه عمود بکنید به اون زیر فضا و اون نقطه در واقع اینجوری به دست میاد. مثلا از B من عمود کردم به زیر فضای آره آ، به این صفحه آبی رنگ، اون نقطه عمود میشه همون نقطه نزدیکترین نقطه. خب اما حالا اینو بیایم از این در واقع شکل سبودی که کشیدیم مستقلش بکنیم، به صورت جبری و دقیق این رو بیان کنیم و اثبات بکنیم. ابزار اصلی
قضیه فیثاغورس در واقع، قضیه فیثاغورس در فضای ان بعدی، قضیه فیثاغورس در فضای ان بعدی همون قضیه فیثاغورس در هندسه دبیرستانه که میگه هر وقت دو تا بردار عمود بر هم داشته باشیم U و V توی Rn، اون وقت طول U علاوه V به توان دو میشه طول U به توان دو علاوه طول V به توان دو، و به این دلیل هم در واقع قضیه فیثاغورس بهش میگن که وقتی شما دو تا بردار عمود بر هم داشته باشید U و V در واقع U به علاوه V میشه این بردار دیگه، این V و این U به علاوه V، این یه مثلث قائم مزاویه داره تشکیل میده و این طول U به علاوه V به توان دو مساوی طول U به توان دو به علاوه طول V به توان دو. نیازی نیست اثبات هندسی ارائه کنیم، در واقع ما الان میتونیم از ضرب داخلی استفاده کنیم خیلی راحتی نوع نتیجه بگیریم. میگه که اثبات به این صورت هم. میگه که نرم 2 U به علاوه V به توان 2 طبق تعریف هست ضرب داخلی U به علاوه V در U به علاوه V که بعد از در واقع پخش شدن ضرب داخلی روی جمع برداری استفاده میکنیم، به این شکل می نویسیم و بعد چون ضرب داخلی V و U ضرب داخلی U و V هر دو صفرن چون U و V عمود به همن، می رسیم به این که این هم دیگه دقیقا همون قضیه فیثاغورس رو میده. حالا این در واقع لمی بود که نیاز داریم تا بتونیم این قضیه اصلی این بخش رو ثابت بکنیم. در واقع میخوایم برسیم به همون نتیجه اصلی مسئله کمتری مربعات که در واقع مسئله کمتری مربعات داره جواب هست و داره جواب یکتا هست و این که اون جواب رو هم یک این بار توصیف هندسی ازش در واقع داره ارائه میده. قضیه صورتش اینه، میگه که فرض کنید S یک زیر فضای از Rn باشه، هرچی لزومی نداره حتی Ra باشه، هر زیر فضایی باشه، یه B هم تو Rn داده شده. میگه در این صورت یک وای یک تا وجود داره که نزدیکترین نقطه به B توی S باشه، یعنی اینکه فاصله B تا Y کمترین فاصله B تا نقطه ای از S باشه. همون تصویر صفحه و نقطه رو در ذهن داشته باشیم. و Y رو اینطوری میشه توصیف کرد که Y تنها عضوی از S که B منهای Y توی S عموده. یا به عبارت دیگه در واقع Y تصویر عمود B روی S هست. بنابراین داستان اینجا به این صورت هست، شما یک زیرفضایی دارید S، اینم مبدأ مختصات، و یک برداری هم دارید که روی این زیرفضا نیست لزوماً، مثلا B. قضیه میگه که یه نقطه‌ای وجود داره روی S که نزدیکترین نقطه به اون نقطه B هست در بین نقاط S، و اون نقطه رو هم توصیف میکنه که چیه. الان که ما مقدمات لازم رو گفتیم خیلی ساده است برامون. در واقع ما میدونیم چطوری باید Y رو پیدا بکنیم. ببین پس بذار ادعاهای قضیه رو بنویسیم و دونه دونه اثباتش کنیم. از یه 3 5 15 یکی اینه که نزدیکترین نقطه به S روی ببخشید به B روی S وجود دارد، نزدیکترین نقطه وجود داره، این یکی از حرفایی که داره میزنه. یکی دیگه اینه که یکتاست اون نقطه. یکی دیگه اینه که اون وای اسم رو بذاریم وای
تنها نقطه ای از اس است که یه منهای وای توی اس عموده و حرف دیگه هم میزنه. نه دیگه همین، این جمله آخرم هم که بیان دیگه ای از همینه دیگه، اینکه وای تصویر عمود بی روی اس هست. این سه تا نکته رو بیان ثابت بکنیم. به هر سه رو یه جا در واقع با یه حرکت اثبات میکنیم. در واقع اون وای رو میگیم که چیه، طبق اون گزاره ای که قبلا ثابت کردیم. ببینید ما یه اس عمود داریم اینجا تو این شکل، چون اس یه صفحه است توی فضای آرسه، اس عمود یک چی خواهد بود؟ یک خط خواهد بود. این بنابراین میشه اس عمود. و ما قبلا دیدیم که هر برداری رو میشه تجزیه کرد به شکل عضوی از اس و عضوی از اس عمود. پس میگیم که چون در واقع دیدیم که R M جمع مستقیم S و S عمود هست، پس وجود دارند یه Y توی S و یه Z توی S عمود که این BA هست Y به علاوه Z. حالا چون در واقع حالا میگیم که چون میخوام از قضیه فیثاغورس استفاده بکنیم، چون وای و زد عمودن به هم دیگه، وای و زد ضرب داخلیشون صفره دیگه. اینجا الان تو این شکلی که کشیدیم، وای که در واقع این میشه، زد هم که این بردار عمود میشه، وای و زد با هم عمودن. چون با هم عمودن در واقع تو این مثلثه داریم فیثاغورس به کار میبریم دیگه. میگه که پس در واقع نرم دو بی نه یعنی نرم دو بی رو نباید بنویسیم. الان در واقع ما میخوایم ثابت بکنیم که ادعا، بذار ادعا رو بنویسیم. ادعا اینه که وای جواب مسئله است، یعنی همون نزدیکترین نقطه است. چطوری میخوایم بگیم نزدیکترین نقطه است؟ بیایم یک نقطه اس دیگه ای بگیریم، اس کوچیک در نظر بگیریم. میخوایم بگیم بی به وای نزدیکتره تا به اس. حالا بیایم بی رو به اس وصل کنیم، اینجا یه مثلث تشکیل میشه. تو این مثلث در واقع میخوایم فیثاغورس رو بکاریم. در واقع اینجوری میگیم، میگیم که فرض کنیم S عضوی دلخواه از S باشه. خب چیکار میکنیم؟ یعنی میگیم که این در واقع بیمن های S رو که میشه این زل میشه. این بیمن های S رو میتونیم بنویسیم B منهای Y به علاوه Y منهای S. خب این یک نکته که B منهای Y چیه؟ B منهای Y که همون Z دیگه، درسته؟ این پس Z. Y منهای S هم Y و S هر دو عضو S بزرگ هم. پس این هم یه عضوی از S بزرگ میشه، درسته؟ خب و Z یه عضوی از S عمود بود، پس B منهای Y به Y منهای S عموده. پس میگیم که پس طبق قضیه فیثاغورس در واقع طول بیمنهای S به توان دو باید بشه طول بیمنهای Y به توان دو به علاوه طول Y منهای S به توان دو. ببینید از هندسی خیلی چیز ساده ای ها، این مثلث سیاه رنگی که اینجا کشیدم که حالا از زاویه مایلی ما داریم بهش نگاه میکنیم، این زاویهش قائم است. دلیلش هم واضحه، چون بی رو عمود کردیم به این صفحه، در نتیجه هر خطی بکشیم عموده به اون بردار Z. پس این رابطه فیثاغورس رو داریم. حالا نکته مهم اینه که این یه چیز بزرگتر مساوی صفر دیگه،
یعنی در واقع بازم این قسمتش رو بذار به صورت هندسی ساده بگیم، این مثلث قائم الزاویه تو هر مثلث قائم الزاویه بدتر بزرگتر مساویه ضلع قائم است، بنابراین بیمن های اس از بیمن های وای بزرگتره. همین رو ما میخواستیم ثابت کنیم. حالا تو این رابطه فیثاغورس هم دیده میشه، چون این یه توان دوه بزرگتر مساوی صفر، پس کل این بزرگتر مساوی بیمن های وای به توان دوه. پس در واقع اگر رادیکال بگیریم از دو طرف، نرم دو بیمن های اس بزرگتر مساوی نرم دو بیمن های وای، و این همون چیزی که می‌خواستیم ثابت کنیم. می‌خواستیم بگیم که بیمن های اس مینیمم در بین همه در واقع نقاط، بیمن های وای در بین همه اس های توی اون زیر فضای اس بزرگ مینیمم. پس این ثابت شد، بنابراین بیمن های وای مینیمم همه بیمن های اس هاست برای اس های عضو اس. و همزمان یکتاییش هم ثابت میشه. تنها نقطه ای که اینجا تساوی میتونه رخ بده اینه که این مساوی صفر بشه، بنابراین و تساوی تنها زمانی رخ میدهد که اس مساوی وای باشه، پس وای یکتاست دیگه، یکتاییش هم به دست میاد. نکته دیگه ای هم که ادعا کرده بودیم این بود که وای تنها نقطه ایه که بیمن های وای عموده بر اس، توی اس عموده، یعنی بیمن های وای توی اس عمود. اینجا که بیمن های وای توی اس عمود هست، چون در واقع بیمن های وای همون زده که توی اس عمود انتخابش کردیم. ولی چرا یکتاست این وای با این خاصیت؟ به خاطر اینکه اگر یکتایی وایی که بیمن های وای عضو اس عموده، فرض کنیم یه وای پریمی هم باشه، بیمن های وای پریم هم عضو اس عمود باشه، فرض کنیم بیمن های وای پریم عضو اس عمود باشه، خب بیایم چیکار کنیم؟ این دوتا رو منها کنیم از هم، بیش ساده میشه چون اس عمودی زیر فضایه، همون تکنیک قبلی، وای من های وای پریم دوباره توی اس عمود میشه. از طرفی وای و وای پریم هم هر دو توی اس هن، پس وای من های وای پریم توی اس هم هست. از این دوتا حالا چه نتیجه میگیریم؟ یه چیزی هست که هم تو اس عموده هم تو اسه، تو خودش ضرب میکنیمش، وای من های وای پریم و وای من های وای پریم باید صفر باشه، یعنی به خودش عموده، پس وای من های وای پریم نرمش صفره، بنابراین وای مساوی وای پریم. پس عملا وای با این خاصیت در واقع یکتا هم هست. اون نکته سوم هم این صورت نتیجه میشه. پس دوباره برگردیم به مسئله کمترین مربعات. ما در مسئله کمترین مربعات اون زیر فضای اسمون بود برد یک ماتریس آ، یه آر آی بود، و حالا دنبال یک بردار اسی بودیم توی اون آر آ که این مینیموم بشه. پس الان فهمیدیم که اون بردار رو در واقع چجوری باید به دست بیاریم. اون مسئله کمتر مواد باید برابری از در هندسی این شکلی باید بهش نگاه کرد. اون نقطه کمتر مربعات در واقع میشه تصویر اون بردار ثابت های B روی فضای برد اون ماتریس A. یعنی این اگر R A باشه و این هم اون بردار بی باشه، فاصله در واقع تا نزدیکترین نقطه روی آر آ که ازشون میذاشتیم وای، این همون مانده ایه که تو مسئله کمتر مربعات میخواستیم مینیمومش بکنیم، یعنی بی منهای آ ایکس. این نقطه باید تصویر عمود بی روی فضای آر آ باشه. این جواب هندسی مسئله کمترین مربعات هست که اینجا هم توی این کورولاری خلاصش کرده که میگه جواب مسئله کمترین مربعات اون ایکسیه که بیمن های آ ایکس توی فضای مکمل آر آ باشه، که البته اگر یادآوری کنیم که
فضای مکمل آر آ با فضای پوچ آ ترانسپوز چه رابطه ای داشت؟ در واقع مساوی بود دیگه، آر آ عمود میشد همون ان آ ترانسپوز. بنابراین ما بعد اون x رو پیدا بکنیم که بیمنهای آ x توی فضای پوچ آ ترانسپوز باشه. یعنی چی؟ یعنی آ ترانسپوز ضرب در بیمنهای آ x بشه صفر، یعنی این رابطه رو داشته باشیم. و این ما رو میرسونه به یه جواب خیلی جالب از مسئله کمتری مربعات. در واقع این قضیه 3521 رو ما داریم که جواب مسئله کمتری مربعات اون ایکسیه که در واقع این رابطه برقرار بشه براش، آ ترانسپوز آ ایکس مساوی بشه با آ ترانسپوز بی، که اثباتی هم خیلی دیگه نداره، چون که از این رابطه ما ضرب در آ ترانسپوز اگر بکنیمش با توجه به اینکه آر آ عمود همون فضای پوچ آ ترانسپوز هست، اینو زد در آ ترانسپوز بکنیم بعد صفر بشه، بعد این آ ایکس رو میبریم اون طرف میشه آ ترانسپوز آ ایکس مساوی آ ترانسپوز بی. این رابطه خیلی رابطه جالبیه و رابطه معروفیه، به این میگن در واقع معادلات نرمال. این خودش اگه دقت بکنین یه دستگاه معادله است دیگه. این دیگه نکته جالب اینجا اینه که یه دستگاه معادله دترمیند هست، اوور دترمیند نیست دیگه. این آ چون ان در ام بود، آ ترانسپوز ام در ان میشه، بنابراین آ ترانسپوز آ یه ماتریس ام در ام میشه. آ ترانسپوز آ رو وقتی حساب بکنید یه ماتریس ام در ام میشه، ایکس هم یه بردار ام تاییه، پس این آ ترانسپوز بی هم یه بردار ام تاییه، بنابراین این یه ام معادله و ام مجهوله، تعداد معادله و مجهولا برابر هستن. و این دستگاه ام معادله مجهول شما میتونید حل بکنید و ایکسی که به دست میارید ازش جواب مسئله کمترین مربعات خواهد بود. ویژگی های در واقع خوب دیگه هم داره این دستگاه. این آ ترانسپوز آ قبلا دیدیم همیشه ماتریس مثبت معین میشه، البته اینجا لزوما مثبت معین نمیشه بلکه مثبت نیمه معین میشه. دلیلش هم اینه هست که میتونه صفر بشه. مثبت نیمه معین این بود که x ترانسپوز ضرب در اون ماتریس ضرب در x بزرگتر مساوی صفر باشه همیشه، که اینطور هست. ولی مثبت معین این بود که اکیداً مثبت باشه مگر وقتی که x صفر باشه، که اینجا این اتفاق میفته. x ترانسپوز آ ترانسپوز آ x در واقع بزرگتر مساوی صفر میشه برای هر x عضو Rm. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه نکته یا دو تا نکته وجود داره. آ ترانسپوز آ مثبت نیمه معین است و اگر آ رتبش کامل باشه، رنگ آ یعنی مساوی ام باشه، آنگاه آ ترانسپوز آ مثبت معین است. اثباتش هم ساده است. این که چرا مثبت نیمه معینه، دلیلش اینه که خب اگه از دو طرف x ترانسپوز و x رو ضرب بکنیم میتونیم اینو به این شکل بنویسیم آ x ترانسپوز آ x. یه بردار ضرب در ترانسپوز خودش همواره بزرگتر مساوی صفره. حالا چرا رنگ که آ مساوی ام باشه اون مثبت معینه؟ دلیلش اینه که اگر x ترانسپوز آ x مساوی صفر باشه، باید این در واقع اینجا من یک جمله اضافه بکنم، این در واقع هست نرم 2 آ x به توان 2. اگر اون مساوی صفر باشه، نرم 2 AX باید مساوی صفر باشه دیگه. وقت نرم 2 AX وقتی صفر باشه، AX باید صفر باشه. اما اگر رنگ AM باشه، یادمون بیاد وقتی که یه ماتریس N در M داریم و رنگش Mه، در نتیجه ستونهاش مستقل خطی هستن. و وقتی ستونها مستقل خطی باشن، AX مساوی صفر، فقط جوابش X مساوی صفره. پس اینجا میگیم که چون رنگ آ مساوی امه، باید
x مساوی صفر باشه. پس ما از چی شروع کردیم؟ از اینکه این مساوی صفر شروع کردیم، رسیدیم به اینکه x مساوی صفره. بنابراین a ترانسپوز a مثبت معین میشه. یعنی این عبارت در واقع x ترانسپوز و x این مساوی صفر نمیتونه بشه مگر اینکه x مساوی صفر باشه. خیلی خب، پس جمع‌بندی بخوایم بکنیم، در حالتی که ماتریس A رنگش M باشه، که اگر یادتون باشه در خود مسئله کمترین مربعات هم ما حالت رتبه کامل و رتبه ناقص رو جدا بررسی کردیم، تو حالت رتبه کامل این A ترانسپوز A ماتریس مثبت معین میشه و در نتیجه حل این دستگاه مثلا به روش تجزیه چولسکی ممکن هست، چون ما میتونیم در واقع A ترانسپوز A رو تجزیه چولسکی بکنیم و بعدش این دستگاه رو در واقع با جایگذاری پیش رو پس رو در واقع حل بکنیم. بسیار، اینم از معادلات نرمال. اصطلاح نرمال هم به این دلیل به کار میره که نرمال معنی عموده اینجا، چون این رابطه داره میگه که AX منهای B عموده بر R A. این خلاصه این رابطه اینه دیگه، که این هم همون تصویر هندسی که گفتیم و باید در ذهن داشته باشیم دیگه. بسیاری، بله اینجا همین رو توضیح داده که استفاده تجزیه چولسکی برای حل اون معادلات نرمال خودش یکی از روش‌های متداول بوده که تا 1970 اصلا تقریبا روش استاندارد اصلی بوده، منتها بعد از اون هم همچنان استفاده میشه برای حل مسئله کمتری مربعات. یک مثالی زده که میخواد بگه که چرا در مقایسه با تجزیه QR روش معادلات نرمال نقطه ضعف داره. نقطه ضعفش هم اینجا اینه که تو همین محاسبه A ترانسپوز A که خطاش میتونه زیاد باشه. یه مثالی زده، گفته A رو یه همچین ماتریس 3:2 بگیریم. A ترانسپوز A رو وقتی حساب میکنیم میشه 2:2 باید بشه دیگه. حساب که بکنین همچین ماتریسی میشه. اگه اپسیلون عدد خیلی کوچیکی باشه، مثلا نسبت به خطای کامپیوتر، از اوردر خطای کامپیوتر مثلا بیشتر باشه، به نحوی که اپسیلون 2 دیگه از خطای کامپیوتر کمتر باشه، اون وقت تو این محاسبه کامپیوتر اپسیلون 2 رو حذف میکنه، کنسل میشه اپسیلون 2 A ترانسپوز A میشه این ماتریس. یه ماتریس سینگولاره. در حالی که در واقع A ترانسپوز A سینگولار نیست. نباید سینگولار بشه. این ماتریس رنگش کامله. بنابراین عملاً دستگاه شما رو رنگ ناقص، رتبه ناقص در واقع تشخیص میده این الگوریتم. یکی از حالا نقطه ضعف‌های در واقع روش معادلات نرماله برای حل مسئله کمترین مربعات. ولی خب روش QR همچین ایرادی نخواهد داشت. خب این هم در واقع بخش پایانیه. این بخشی میشه که درش هستیم، که اینجا کتاب راجع به مسئله کمترین مربعات پیوسته صحبت میکنه. من برای اینکه در واقع انگیزه برای این مسئله بدم، این مثال ساده میزنم. ببینید اگر یادتون باشه ما کلا مسئله کمترین مربعات رو با این برازش شروع کردیم. گفتیم که فرض کنید یه دیتایی در واقع به ما داده شده، اون دیتا رو ما با مثلا یه مجموعه ای از زوج مرتب های تی آی و وای آی در واقع نشون میدادیم که هر کدوم از اینا یه حالا صفحه تی و وای یه نقطه بود. یعنی دیتایی که ما داشتیم یک همچین مجموعه نقاطی بود و ما دنبال چی بودیم؟ در واقع دنبال یک بهترین خط برازش کننده این داده ها بودیم. یعنی دنبال خطی بودیم که به معنا بهترین تقریب رو از این در واقع نقاط ارائه بده به ما، که معنای بهترین تقریب رو هم به عنوان حالا ما مجموع مربعات این خطا رو می گرفتیم به عنوان معیار بهترین تقریب. این مسئله کمترین مربعات گسسته هست، یعنی مسئله‌ای که ما تا اینجا در واقع بررسیش کردیم.
ورژن پیوسته میشه از این مسئله ارائه کرد و اون این هست که فرض کنید که به جای یه مجموعه گسسته از داده ها خود داده ما یک داده پیوسته باشه، یعنی مثلا یک تابعی از تی در واقع داده شده باشه به ما. بنابراین فرض کنید مثلا یه همچین تابعی داریم اف تی و باز میخوایم این تابع رو با یه خط برازش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی میخوایم خطی رو پیدا بکنیم که در بین خطوط ممکن بهترین تقریب باشه برای این تابع. مثلا به نظر میاد همچین خطی بد نیست. حالا برای سادگی مثلا روی بازه محدود کلن مسئله رو مطرح کنیم، مثلا از آ تا بی فرض کنیم مسئله باشه. بنابراین اینجا دیگه داده ما خودش مجموع پیوسته است، یعنی تابع FT داده شده هدف چیه؟ هدف یافتن تابع خطی مثلا A0 به علاوه A1T است که باز دوباره خطای این تقریب کم باشه. منتها اینجا در واقع ما باید به جای اینکه توی تعداد n تا نقطه، توی متناهی تا نقطه اون خطا رو حساب بکنیم، به نوعی ما باید توی همه نقاط این خطا رو حساب بکنیم، یعنی انگار بی نهایت نقطه داده داریم. همه نقاط روی این نمودار رو انگار ما باید خطاهاشون رو با هم جمع بزنیم. ولی خب دیگه این دیگه میشه مجموع نامتناهی تا عدد که معنادار نیست. بنابراین میایم چیکار میکنیم؟ به نوعی به جای مجموع یا سیگما میایم انتگرال میگیریم. یعنی ما قبلا تو مسئله کمترین مربعات گسسته خطایی که در نظر میگرفتیم چی بود؟ خطای ما بود در واقع اون وای واقعی منهای وای برآورد شده، یعنی وای تقریبی، و مثلا این رو به توان دو می رسوندیم. این به نوعی می شد البته دیگه قدر مطلق باید بذارم، این می شد در واقع مجموع مربعات خطا. درسته، اینجا به جای این سیگما ما یه جوری باید انتگرال بگیریم، یعنی در واقع بیایم انتگرال بگیریم از اینجا. حالا این تابعه خطی رو که داره اون رو تقریب میزنه با تابع فی نشون میده، یعنی ما اینجا باید در واقع بیایم اف ایکس رو که اون تابع واقعی هست، داده واقعی هست، منهای تقریب خطیمون بکنیم، منهای اون خط قرمز یعنی بکنیم. الان این در واقع فی ایکس فرض کنیم باشه اون خط قرمز، و این انتگرال توان دو این عبارت رو حالا روی اون بازه آتابی که هستیم، این میشه معیار خطای ما و این میخوایم مینیموم بشه. هدف برای یافتن تابع خطی این مساوی فی تی است که این مینیموم شود. خب این مسئله کمترین مربعات پیوسته هست. و الان خواهیم دید که خیلی راحت در واقع این مسئله تبدیل میشه به یک دستگاه معادله شبیه همون معادلات نرمال که تو همین جلسه برای مسئله کمترین مربعات گسسته دیدیم. نکته ای که البته اینجا میشه تعمیم داد این رو، به جای اینکه فقط ما توابع خطی رو در نظر بگیریم، یعنی به جای اینکه مجموعه توابعی که داریم باش برازش میکنیم فیت میکنیم، به جای که فقط توابع خطی باشه میتونه توابع مثلا چند جمله‌ای درجه M باشه یا چند جمله درجه کمتر از M باشه، که اینجا با پی MMN های یک نشونش میده، چند جمله‌ای از درجه حد اکثر MMN های یک، که خب اینا میشن فی هایی که همچین نمایشی دارن، سیگما آکا تیکا کا از صفر تا MMN های یک که آکاها عدد حقیقی هستن. نکته مهم این است که این پی ام ان های یک یک فضای برداریه، یعنی نسبت به جمع و در واقع ضرب در عدد بسته است. جمع دو تا چند جمله از درجه کمتر از ام یا چند جمله از درجه کمتر از ام هستند.
و نکته ای که وجود داره این هست که تقریبا همونطور که ما خود مسئله کمتر مبعات گسسته رو به شکل برداری بهش نگاه می کردیم، یعنی اومدیم اون در واقع وای آی ها رو به عنوان یه بردار نگاه کردیم و تبدیل کردیم اینو به یه مسئله در واقع ماتریسی، به این صورت که کاری کردیم که این مساوی بشه با در واقع نرم دو یک مانده ای، نرم دو یک بی ام ان های ا ایکس. برای مسئله پیوسته هم میشه این کار رو کرد. در واقع شما اینجا باید به تابع ها به عنوان یک بردار نگاه بکنید، یعنی اون تابع اف برای شما میشه یک بردار. منتها کمی باید در واقع نگاه مجرد اینجا داشته باشیم. ما در حالتی که یک مجموعه داده انتایی داشتیم، اینا میشدن بردارهایی تو Rn. یعنی اگر داده ما مثلا t1 و y1 تا tn و yn بود، اینا یک بردارهایی توی Rn در واقع به ما میدادن و ما این مسئله کمترین مربعات رو توی Rn میداشتیم. وقتی میایم توی توابع، تابع تشکیل شده از بی نهایت نقطه، بنابراین به نوعی انگار که توی فضای بی نهایت بعدی هستیم. ولی خب این مانع از این نمیشه که ما بتونیم در واقع حداقل تجسم بکنیم تابع ها رو به شکل بردارها. اگر تابع ها رو به شکل بردار تجسم بکنیم، تابع ها به عنوان بردار، دیگه این شکل من فقط برای فهم بهتره، وگرنه دیگه فضامون فضای دو بعدی نیست که ما بتونیم با دو تا محور مختصاتون رو نشون بدیم. ولی در واقع دو تا هر تابعی رو، مثلا این یه بردار، این هم یه بردار، هر کدوم یه تابع هم، ما باید بتونیم مثل بردارهای عادی مثلا ضرب داخلی بین اینها تعریف بکنیم و یه ضرب داخلی تعریف بکنیم که این در واقع چی بشه؟ این عبارت انتگراله بشه همون نرم تفاضل این دوتا تابع، به نوعی یه جور نرم دو باید بشه برای توابع. پس ما باید یه ضرب داخلی تعریف بکنیم که با این چی باشه؟ سازگار باشه. که این کار میشه کرد، در واقع میشه این مفهوم ضرب داخلی تعریف کرد، ضرب اینر پروداکت، ضرب داخلی بین دو تا تابع اف و جی روی بازه آ و ب به این صورت تعریف میشه که انتگرال حاصل ضرب دو تا تابع. و خیلی تعمیم سرراستی از همون مفهوم ضرب داخلی بردارهای عادی هست. ما در مورد ضرب داخلی بردارها، مثلا اگر واقعا f و g دو تا بردار می بودن، مثلا f بود بردار f1 تا fn، g هم بود بردار g1 تا gn، ضرب داخلیشون رو چطوری تعریف میکردیم؟ تعریف میکردیم سیگما اف آی جی آی از یک تان. حالا تنها اتفاقی که افتاده این سیگما تبدیل به انتگرال شده. اگر دقت کنیم که این اف و جی در واقع دوتا تابعن، این سیگما شده انتگرال، ضرب اف و جی همونه، همون ضرب که قبلا بود، فقط انتگرالمون نسبت به ایکس شده از بازه از آ تا بی تو بازه آ. و میشه دید که همه خواص و اصول موضوع ضرب داخلی برقرار هست برای این ضرب داخلی که تعریف کردیم. مثلا جابجایی هست، خطی بودن صدا هم‌مؤلفه رو داریم و اینکه این یه مفهوم عمود بودن هم به ما میده، یعنی دو تا تابع اف و جی رو حالا میتونیم بگیم به هم عمودن اگر که ضرب داخلیشون صفر باشه، یعنی انتگرال اف ایکس جی ایکس برابر با صفر باشه. و میشه یه جور زاویه بین دو تابع تعریف کرد و میشه نرم تعریف کرد برای توابع. نرم هم همونطور که قبلا دیدیم یه رابطه ساده بین نرم و ضرب داخلی وجود داره، به این صورت که نرم میشه تعریف کرد رادیکال ضرب داخلی یک بردار در خودش. که اگر این کار بکنیم، ضرب داخلی بردار تو خودش میشه این دیگه، میشه انتگرال اف ایکس در اف ایکس، یعنی انتگرال اف ایکس دو. و در نتیجه نرم میشه رادیکال این عبارت. پس این یه جور مفهوم نرم و بعد فاصله بین دو تا تابع رو به ما میده، یعنی دو تا تابع f و f اگر داشته باشیم،
اف منهای فی دیگه میشه همون انتگرال اف ایکس منهای فی ایکس، همین رابطه ای که اینجا داشتیم. این میشه در واقع فاصله دوتا تابع، که به نوعی میشه اینکه این توان دو این فاصله بین دوتا نمودار رو ما انتگرال گرفتیم. و حالا میشه مسئله کمترین مربعات پیوسته رو به این صورت بیان کرد. ما یک فضایی از توابع ساده به ما داده شده که با S نشونش میدیم. اون فضا میتونه توابع خطی باشه، توابع درجه 2 باشه، توابع درجه M باشه، هرچی. یه فضای ساده ای از توابع. و دنبال تابع فی هستیم تو اون فضا که در بین همه توابع ممکن تو اون فضا کمترین فاصله رو تا F داشته باشه. یعنی میخوایم بهترین تقریب F توی اون خانواده S از توابع رو، توابع ساده رو در واقع به دست بیاریم. بنابراین یه همچین تصویر هندسی در ذهن خوبه داشته باشین که اینجا اون توابع ساده ما میشن یک زیرفضایی از مثلا همه توابع. فرض کنیم مثلا این صفحه S باشه، مثلا توابع درجه 1 یا توابع درجه مثلا کمتر از M، چند جمله ای های درجه کمتر از مثلا. و بعد یه تابعی به شما داده شده که خودش یه چند جمله ای نیست، مثلا یه تابع F اسمشو بذاریم، و شما قصد دارید که در فضای S نزدیکترین تابع به این تابع F رو پیدا بکنید. معیار نزدیکیتون هم همون معیاریه که در واقع تعریف کردیم، همون نرم 2. یعنی دنبال یه فی هستیم که توی این S باشه و این فاصله مینیموم باشه. تو این نگاه دیدیم که هیچ تفاوتی بین حالت گسست و پیوسته نیست. همین که ما بتونیم به عنوان بردار به تابان نگاه بکنیم دیگه اون مسئله رو کاملا میتونیم شبیه مسئله گسسته صورت بندی بکنیم. و اما چجوری حلش بکنیم؟ نکته یکی هست که اون در واقع دیدگاه فضای متعامد اینجا هم کار میکنه. یعنی اون فی که ما دنبالش هستیم باید تو این رابطه صدق بکنه که تصویر عمود F روی فضای S باشه. یعنی چی؟ یعنی F منهای فی که همین این تفاضل هست، این باید عمود باشه به S، یعنی باید توی S عمود باشه. بنابراین همچنان این رابطه رو داریم که F منهای فی باید توی S عمود باشه. و حالا چطور چک کنیم که F منهای فی توی S عمود هست یا نه؟ نکتهش اینه که فضای S رو، یعنی مثلا چند جمله درجه کمتر از M رو، ما میتونیم با یه تعدادی توابع پایه‌ای بسازیم. مثلا فرض کنیم مثلا فی 1 تا فی M پایه‌ای برای S باشد. مثال اگر S چند جمله ای های درجه کمتر از M باشد، میتونیم فی 1 تا فی M رو اینا بگیریم. فی 1 رو بگیریم مثلا تابع ثابت 1، فی 2 رو بگیریم تابع x، فی 3 رو بگیریم تابع x2، تا فی ام رو بگیریم تابع ایکس ام ام انهایی. اینا یه پایه تشکیل میدن برای اس، همشون تو اس هن و یه پایه تشکیل میدن برای اس. بنابراین تو حالت چند جمله میتونیم از اینا استفاده بکنیم. حالا وقتی یه پایه داشته باشیم برای اس، چک کردن اینکه اف ام انهای فی توی اس عموده خیلی ساده است. کافیه که در واقع اف ام انهای فی به اعضای پایه عمود باشه. و اینکه اف من هایفی بعض پای عمود باشه، یعنی اینکه برای در واقع هر
بله به این شکل بنویسیم. اینو هم پاک کنم. در واقع میایم اینجوری میگیم، میگیم که چون قرار فی عضو اس باشه، پس فی یه بستی بر حسب فی جی ها داره، مثلا از سیگما ایکس جی فی جی جی از یک تایم. حالا بعد ایکس جی ها رو، هدف اینه ایکس جی ها رو طوری پیدا بکنیم که این رابطه اف ام ان های فی عضو اس عمود برقرار باشه، که اینو به این شکل نویسیم اف ام ان های فی عمود باشه بر، یا به شکل ضرب داخلی نویسیم اف ام ان های فی ضرب داخلیش در هر فی جی مساوی صفر باشه برای هر جی از یک تا ام. و حالا دیگه این رابطه رو، این دوتا رابطه رو در کنار هم اگر ما نگاه کنیم میشه نتیجه جالبی ازش گرفت. کافیه شما فی رو اینجا جایگذاری کنید از این سیگما، ببینید که به شما چی میده. برای هر جی وقتی که اینو بنویسیم، اولا اینو به این شکل بنویسیم، بنویسیم این اف و فی جی رو میبریم اون طرف، فی و فی جی رو میذاریم این طرف، یعنی ضرب داخلی فی و فی جی باید مساوی بشه با ضرب داخلی اف و فی جی. تابع اف که داده شده، تابع فی جی هم که داریم، برای این عبارت سمت راستی عدده داریم. چیزی که نداریم این فی است که خودش یه سیگمایی بر حسب فی جی هست، که اینو اگر باز بکنیم میشه همین رابطه ای که اینجا داریم. منتها این سیگما رو حالا اینجا برای اینکه آنوتیشن کتابم یکی بشه اینو من آی بذارم، آی از یک تا ام، این هم فی آی، فی آی و در واقع به این عبارت میرسیم. فی رو جایگذاری کرده تو این رابطه، فی رو اینجا جایگذاری کرده سیگما ایکس جی فی جی، همین چیزی که اینجا داشتیم، و در نتیجه میشه سیگما فی جی و فی آی ایکس جی، سیگما رو همه جی آی برای مساوی باشه با اف و فی آی، برای هر آی این رابطه باید برقرار باشه. پس ما مسئله رو تبدیل کردیم به دستگاه معادله. اگر دقت کنید این دستگاه معادله است، ضرایبش این عبارت ها هستن، ضرب داخلی فی جی و فی آی که داریمش چون فی جی ها رو داریم، با محاسبه انتگرال میتونیم رو در بیاریم، و ثابت های سمت راستش هم که ضرب داخلی اف و فی آی هاست. این ضرایب همه رو ریخته توی ماتریس سی که به این شکل هست، درایه آی جیش هست فی آی و فی جی، ایکس هم که اون ضرایب مجهول ما بود که همه رو ریخته تو بردار ایکس، دی هم که اینا رو گرفته بردار دی. بنابراین ما مسئله رو تبدیل کنیم به دستگاه CX مساوی دی. دقت کنید این دستگاه M معادله و M مجهول هست، چون C ماتریس M در M، X هم یه بردار M تاییه و دقت کنید C هم یک ماتریس متقارنه به دلیل متقارن بودن ضرب داخلی، و در واقع مثبت معین هم هست، و به همین دلیل میشه با استفاده از تجزیه چولسکی اون رو حل کرد، این دستگاه رو در واقع حل کرد. بنابراین با این تکنیک دیدیم که مسئله کمتر مربعات پیوسته رو هم میشه تبدیل کرد به حل یک دستگاه و چیزی شبیه همون معادلات نرمال. اینو اگر کمی دقت کنید خواهید دید که دقیقا همون معادلات نرمالیه که ما برای مسئله گسسته به دست آوردیم. با کمی دقت به این خواهید رسید، یعنی این همون آ ترانسپوز آیه که تو مسئله گسسته ظاهر میشه. بسیار، این هم از مسئله کمتر مربعات پیوسته و دیگه این بخش رو ما نمیگیم و فصل 3 اینجا به پایان میرسه. بله، تا جلسه بعد، خدا نگهدار.